دیگه خبری از اون تورشن بیم ها نیست توش، تویست بیم به حساب میاد، تویست بیم نیست. و خود این خدمت شما عرض کنم پلتفرم باعث میشه که شما فضای کابین مناسب دارید توی این ماشین، کاملا فضای کابین مناسبه، در تارهای دنده همین نکته رو گفته بودیم، و سواری خوب شما توش تجربه میکنید. صندلی هایی که توی ماشین داریم صندلی های چه ترکیبی، صندلی ها صندلی های راحتی هستن و شما در تارا حس خوبی دارید. واقعیتش اینه که حس خوبی دارید و امکاناتی هم که دارید توش میبینید به نسبت پژو 301 خیلی بالاتره و این همه این نکته‌ایه که این ماشین میشه گفتش که ارزندهش میکنه. اما یه نکته‌ای داریم مهدی، پژو 301 تو بازار اروپا و بازار خیلی از کشورهای دیگه مثلا عرضه که شده، آقا دکمه شیشه بالاورش اینجا بوده، خیلی از تیپاش مالتی مدیا نداشتن، سانروف نداشته، یه چیز ساده بوده، استار دکمه توی 301 خبری ازش نیست، صندلی ها معمولی. ولی تو اروپا که عرضه میشه شما با یک سال حقوقت میرون ماشین رو میخری و میدونی یه ماشین اکونومیه، پس قور نمیزنی که چرا اینجا، چرا این دکمه اینجا، چرا موبایل هم جایی نمیتونم بذارم. یه ماشین کاملا اقتصادیه که با یه سال حقوقت میگیری. وقتی این پلتفرم و این ساختار میره تو بازار چین، شما این ماشین رو باید با دو سال حقوقت بخری. پژو 301 که بازار چینو میان چیکار میکنن؟ شیشه بالابر رو دکمه‌اش رو انتقال میدن رو دراز زیرارنجی، تو بخش عقب میذارن، سانروف میذارن که رضایت مشتری جلب بشه. دوستان ایران خود رو میگن خب چیه به تارا گیر میدید؟ حالا مگه مثلا 301 اینجا نیست؟ بله، ولی این ماشین رو ما تو ایران با 10 سال حقوقمون باید بخریم و زمانی که شما امکان دسترسی باید ساعت آره اونجا رو وقتی ده. امکان دسترسی سخت‌تر میشه، توقعت هم بالاتر میره. یعنی ما توقع داریم که به جایی که الان بیایم صحبت از ویچار کنیم، همون اول یه تارایی داشتیم که دیگه خطوط پارک دوربین عقبش داینامیک بود یا شیشه بالاورش دکمه‌اش روی درا بود. این اتفاقات توی نسخه V4 احتمالاً میافته دیگه، یعنی زیرارنجی عقب اضافه میشه، دکمه شیشه بالابرها به روی درها اضافه میشه. حالا بعد ببینیم قیمتش چقدر خواهد بود که من برمیگردم یه لحظه عقب، فقط صرفم میگم من توی یک سرشیبی کوچیکم اگر نیاز به شتاب گیری داشته باشم واقعا باید دور موتورهای بالا رو تجربه بکنم. با دورهای خیلی پایین شما نمیتونید از این ماشین انتظار شتاب گیری شتاب داشته باشی توامندی. بعد یه کوچولو یه معکوس‌هایی رو از گیربکس بخواین که بتونه اون شتاب رو بهتون بده. و ولی چون عایق اتاق خوبه، حالا میتونید بگید که نه خیلی سر صدا نمیشنوم توی ماشینه، ولی خب حالا خودتون سر صداها رو دارید قاعدتاً صداش رو میشنوید دیگه، صدای موتور به هر حال وقتی دور موتور بالا داریم توی یک موتور 4 سیلندر صدای میاد توی ماشین. با یه سدان اقتصادی اتوماتیک طرف هستیم و باید بگیم این چیزی که ما اینجا توی کامپیوتر سفری داریم میبینیم توی حدود 4000 کیلومتر قبل مصرف سوختش 7.8 لیتر به صورت میانگین بوده، آره بوده و عدد بدی نیست توی حالا شرایط استفاده توی ایران و فرهنگ رانندگی، عدد خوب و منطقی. الان پشت ترافیک داشتی وامیستدی، اون نکته‌ای که مالک میگفت وجود داره، یعنی یهو میخواد سنگین بکنه وقتی داری ترمز میگیری، یه ضربه هایی رو احساس میکنی. دقیقاً احساس میکنی که این رو من توی تارهای دیگه نشنیدم. اینو خود مالک هم میگه، یکی از معدود اتفاقایی که خود نمایندگی میگه. ولی آقای نگران خود رو خیلی مهمه رضایت مشتریتون رو به دست بیارید، چون محصول خوبی رو دارید بهشون میدید. آره واقعا تارا محصول